درود به روان پاک جناب فریدون طاعتی که هم به مناسبت سالگرد درگذشتش و تکریم نام و یادش در اینجا جمع شدیم و با تشکر از آقای در روزهای پر از غصه و غم و اندوه به سر میبریم. امروز سالگرد زلزله رودبار و رشت است که یادش نیز لرزه بر اندام میاندازد و زایعه‌ای جدید در همین چند روز اخیر، جان دادن تعدادی از بیماران در آتش سوزی بیمارستانی که نام پرتمطراق بین المللی و صفت ایمن را نیز بر پیشانی خود حک کرده بود. بگذاریم که گفتنی ها بسیار است. همونطور که می دانیم شغل کتاب فروشی از دیرباز و حتی در زمان قاجار و اوائل دوره پهلوی اول را کسانی که خرجینی بر دوش داشتند و کتاب‌هایی در آن می‌گذاشتند بر عهده داشتند. اما رشت از دیرباز و سال‌های دور کتاب فروشی داشت. در بازار بزرگ رشت و در جوار راسته زرگرها راسته یا بازار کتاب فروشان را شاهد بودیم. کتاب فروشانی که با عشق و علاقه به این وظیفه خطیر همت گماشته بودند، اما به مرور ایام یادی از آنها باقی نماند و اگر هم امروزه نام و نشانی از آنها باقی باشد، نه به کتاب که به نوشت افزار فروشی نام بردارند. از کتاب فروشی های قدیم رشت بدون تقدم و تأخر میتوان از کتاب فروشی شرافت به مدیریت آقا میرزا حسین از 1292 خورشیدی، کتابخانه نظافت، کتاب فروشی تجدد به مدیریت میرزا خلیل نوعی، کتاب فروشی احمدی به مدیریت آقا محمود آقا از 1289، کتاب فروشی تمدن به مدیریت آقا مشهدی اسدالله از 1291، سعادت حاجی مهدی از 1291، حسینیه آقا شیخ حسین از 1286، محمدیه آقا شیخ از 1282، حقیقت، تربیت، چاپخانه و کتاب فروشی اسلامی، معرفت یا پوستچی، اخلاقی، شالچیان، نصرت، مژده و بسیاری دیگر نام برد که اکثرشان در بازار کتاب فروشان رشت مشغول به کار بودند و تعدادی از آنها در راستای این کار فرهنگی کتابهایی نیز به چاپ سپرده بودند. یکی دیگر از کتاب فروشی های رشت کتاب فروشی کاوه بود که توسط سید عبدالرحیم خلخالی از سران مشروطه و نویسنده و محقق بزرگ در زیر کتابخانه ملی رشت، یکی از بهترین نقاط شهر، در اوایل دهه دوم سده 1300 افتتاح شد. خلخالی پس از چندی به تهران رفت و کتاب فروشی کاوه را به حاج غلامرضا طاعتی واگذار نمود یا به فروش رساند که در آغاز با نام همایون و پس از اندک زمانی با نام طاعتی به خدمت به مردم و کتابخانان پرداخت. نام حاج غلامرضا طاعتی، حاج فریدون طاعتی و همکنون بابک طاعتی و دیگر اعضای خانواده طاعتی با مدیریت کتاب فروشی طاعتی در رشت گره خورده. کتاب فروشی که هنوز پس از حدود 90 سال پابرجا و با استقامت و پس از چند نسل این خانواده همچنان به ادامه خدمت به مردم و فرهنگ دیرپای ایران و گیلان مشغولند. حاج غلامرضا طاعتی پدر بزرگ نسل کنونی طاعتی ها را دیده بودم. با پدرم هر زمان که به رشت می آمدیم به علت شغل پدرم در رشت ساکن نبودیم. پدرم حتما سری به کتاب فروشی طاعتی می زد و مدتی را در آنجا به خوش و بش با حاج غلامرضا و دیگر بزرگان رشت که آنجا را مأمن و پایگاه خود می دانستند می پرداخت و چون جزوه های لغتنامه ده خدا را چاپ اول لغتنامه ده خدا در 200 جزوه به چاپ رسیده بود، در آنجا آبونه بود و برایش کنار می گذاشتند، حتما به کتاب فروشی طاعتی سری می زد و بسیاری اوقات من هم همراهشان بودم. پدر در مقدمه فرهنگ گیلکی گیلگب از دیدارش با استاد ابراهیم پورداود در این کتاب فروشی و لزوم جمع‌آوری واژه های اصیل گیلکی چنین یاد می کند: در سال 1333 خورشیدی جاودانه مرد گیلک به رشت زادگاه خود سفری داشت. روزی را
چندین جوان پرشور و صاحب ذوق و این بنده در کتاب فروشی طاعتی به دور زنده یاد استاد ابراهیم پور داوود حلقه زده می گفتیم، چون در فرهنگ گیلکی آقای ستوده ایراد و اشتباه دیده می شود و شما که یک گیلک آگاه هستید چرا به این فرهنگ مقدمه نوشتید؟ ایشان با بزرگواری و آزادگی خاص خود بعد از پاسخگویی های لازم و اشاره به مدتها دوری خیش از گیلان فرمودند: عزیزان من، اگر شما به گویش ریشه دار خیش مهر می‌ورزید، چرا به گردآوری و چاپ و پخش واژه‌نامه درست دیگری نمی‌پردازید و این اشتباهات را رفع نمی‌کنید؟ من نوجوان آن روزها حاج غلام رضا را مردی سرزنده و شادان می‌دیدم. ایشان با عشق وافری که به کتاب داشتند، کتاب‌هایی نیز به چاپ رساندند که نخستین کتاب هوشنگ ابتهاج با نام نخستین نغمه ها و سه کتاب اولیه استاد محمود طیاری، خانه فلزی، ترها و کلاخ ها و کاکا نخستین اثر رحمت موسوی با نام گلدسته رحمت و کتاب ارزشمند مشروطه گیلان اثر رابینو به کوشش دکتر محمد روشن از جمله آنهاست. با گذشت سالها و با آغاز فصل نامه شدن گیلان ما به درخواست روانشاد دکتر محمد علی فائق، سلسله شرح حالهایی را خلاصه وار با نام در این سما به ترتیب درگذشت بزرگان گیلان زمین در 5 شماره از آن به چاپ رساندم. در 3 شماره از سال اول تابستان 1380 به شرح حالی از حاج غلام رضا طاعتی نیز پرداختم. زمان گذشت و حاج غلام رضا طاعتی به دیدار دوست شتافت. فریدون عزیز با پایمردی چرخ کتاب فروشی طاعتی و انتشارات آن را عهده‌دار و تا واپسین روزهای عمر با شرافت خود ساعاتی متمادی از شبانه روز را در کتاب فروشی طاعتی گذراند. بهترین کتاب‌های روز را در معرض دید و خرید دوستداران کتاب قرار داد و نسل من کتاب فروشی طاعتی را با او شناخت و ادامه داد. کتاب خرید، کتاب‌ها را ورق زد، مجله‌های روز، نه مجلات به اصطلاح زرد، را در آنجا دید و با توان مالی هر کدام از ما خریدیم و خواندیم و هدیه دادیم و شاید با حسرت به کتاب یا کتاب‌هایی هم دیده دوختیم. به علت سال‌ها دوری از رشت با حاج فریدون طاعتی دیرتر آشنا شدم. با سکنا گرفتن پدر در رشت، من به علت کار در بلوچستان کمتر به رشت می آمدم. در یکی از مرخصی ها با پدر به کتاب فروشی طاعتی رفتیم و دیدار رو آشنایی با فریدون طاعتی دست داد. این آشنایی به دوستی و ارادت من به ایشان منجر شد تا دست تقدیر در نیمه اول دهه 70 مرا به رشت کشاند و من عاشق کتاب هر از گاهی به کتاب فروشی ایشان سری می زدم. زمان گذشت و زمانه سخت شد و دیدارها نقد که کم گشت و سرانجام روز 30 خرداد 1402 و خبر اسف‌انگیز درگذشت حاج فریدون طاعتی و تدوین با شکوه ایشان در گورستان تازه آباد رشت که دوستداران ایشان و دوستداران کتاب در آن شرکت داشتند و مراسم بعد از آن، خدا را به که گویم که از این غم جانکا به جان نشسته مرا غصه در فراوانی است. حاج فریدون در مدت تصدی امور کتاب فروشی طاعتی حدود 100 جلد کتاب نیز به چاپ رساند که حدود 25% از آن در رابطه با تاریخ و فرهنگ و فولکلور گیلان از جمله ولایات دارالمرز ایران به رابینو به ترجمه روانشاد خمامی‌زاده، گزیده ادبیات گیلکی و گیلان در قلمرو شعر و ادب روانشاد فخرایی، 5 جلد اولیه گیلان نامه، واژه‌نامه گیلکی مرشی، سفره گیلان بود و بقیه آنها در زمینهای مختلف چون شعر، داستان، فیلم نامه، خاطرات و دیگر علوم روز بودند و این کارنامه برای ناشر شهرستانی کارنامه‌ای قابل قبول است. به هر تقدیر، انسان رفتنی است، اما آنچه به جای می‌ماند نامی است که از وی به جای مانده است. چه نام ها که پس از یکی دو سال از لوح حافظه ها پاک و نیست و نابود می گردد و چه بسیار نام ها که برای همیشه در یاد و خاطره ها می ماند.
فریدون طاعتی از زمره آنانی است که نام و یاد و خاطرشان از زهر انسان پاک نشدنی است. روانش شاد و یادش تا هماره تاریخ ماندگار.